علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت ایران در صورت درخواست سوریه اعزام نیروی نظامی به این کشور را بررسی خواهد کرد. آقای بروجردی روز پنجشنبه 23 مهر در دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران حمایت‌های اقتصادی و سیاسی و مشاوره‌های نظامی از دولت آقای اسد را تا پیروزی کامل بر تروریسم و حامیان آنها ادامه می‌دهد. گفته‌های آقای بروجردی در حالی است که مقامات تهران پیش از این حضور مستقیم نیروهای سپاه پاسداران در درگیری‌های سوریه و عراق را تکذیب کرده و اعلام کرده‌اند که این نیروها در این دو کشور به عنوان مستشار نظامی مشغول به فعالیت هستند. آقای بروجردی روز چهارشنبه نیز در دیدار با ولید معلم معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه سوریه گفته بود تهران از ائتلاف چهارگانه روسیه، ایران، سوریه و عراق علیه گروه‌های به گفته وی تروریستی استقبال می‌کند. همزمان بشار اسد در دیدار با آقای بروجردی گفت ائتلاف چهارگانه ایران، روسیه، سوریه و عراق برگ برنده ما در مبارزه با تروریست در منطقه است. وی تصریح کرد پیروزی‌های چشمگیری در سایه ائتلاف جدید و هماهنگی میان ایران و روسیه به دست آمده است و در آینده نزدیک شاهد موفقیت‌های بیشتری خواهیم بود. آقای اسد همچنین کشته شدن حسین همدانی فرمانده ارشد سپاه پاسداران در سوریه را به آقای بروجردی تسلیت گفته است. همزمان فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه گفت دخالت نظامی روسیه در جنگ داخلی سوریه به نفع بشار اسد ممکن است حکومت این کشور را تقویت کند، اما در نهایت به نجات اسد نمی انجامد. وی بار دیگر تأکید کرد بشار اسد نمیتواند بخشی از آینده سوریه باشد و باید تا آنجا که مقدور است سریع به سمت یافتن یک راه حل سیاسی پیش برویم. دولت فرانسه از مخالفان سرسخت بشار اسد است و بارها تأکید کرده که سوریه با حضور اسد در قدرت آینده‌ای نخواهد داشت. در همین حال روسیه روز پنجشنبه 23 مهر اعلام کرد همزمان با افزایش حملات زمینی ارتش و نیروهای متحد با حکومت مرکزی در دمشق حملات هوایی این کشور در سوریه کاهش یافته است. دولت فرانسه همچنین اعلام کرده است که آزمایش موشکی اخیر ایران نقض آشکار قطعنامه شورای امنیت است. رومیان نادال سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در جمع خبرنگاران گفت آزمایش موشکی ایران نقض آشکار قطعنامه 1929 است و پیامی نگران کننده به جهانیان می‌دهد. پیشتر نیز کاخ سفید اعلام کرد آزمایش اخیر یک موشک دوربرد بالستیک هدایت شونده توسط ایران احتمالاً ناقض قطعنامه‌های سازمان ملل متحد بوده است. با این حال مقام‌های آمریکایی تأکید کردند که این آزمایش تأثیری بر توافق اخیر هسته‌ای نخواهد داشت. همزمان متیو رایکرافت سفیر بریتانیا در سازمان ملل گفت کمیته تحریم‌های ایران این مسئله را بررسی خواهد کرد. قطعنامه 1929 شورای امنیت آزمایش موشک‌های بالستیک توسط ایران را ممنوع می‌کند. این قطعنامه در سال 2010 تصویب شد و تا زمان اجرای توافق جامعه اتمی به قوت خود باقی خواهد بود. در قطعنامه تازه‌ای که پس از امضای برجام توسط شورای امنیت صادر شد آمده است، پس از اجرای برجام از ایران خواسته خواهد شد از هر گونه فعالیت مرتبط با موشک‌های بالستیک با توانایی حمل سلاح اتمی خودداری کند. روز پنجشنبه علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران در سفر به سوریه با بشار اسد رئیس جمهور این کشور دیدار کرده. او در پاسخ به این پرسش که آیا ایران در سوریه نیروی نظامی داره، پاسخ داده که 10,000 سرباز سوری سلاح در دست و آموزش دیده از کشور خودشون دارن دفاع میکنن و نیازی به حضور ما نیست. اما با این همه اگر سوریه در این رابطه از ایران درخواست نیرو بکنه، ما این موضوع رو مورد بررسی قرار میدیم. در روزهای اخیر بحث اعزام نیروی زمینی توسط ایران به سوریه در فضای رسانه‌ای بسیار بالا گرفته. مخالفین اسد و برخی منابع خبری بین المللی از حضور صدها نیروی نظامی ایران در سوریه خبر میدن. گفته شده بخشی از فرودگاه لازقیه در غرب سوریه هم به این موضوع اختصاص داده شده. همزمان
تصاویری از قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس منتشر شده در سوریه. منابعی از درون این کشور گفتند که تصاویر جدید سردار سلیمانی در منطقه جبل احمر مشرف به سهل القاب در حومه شرقی لازقی است که در میان نیروهای حزب الله لبنان هستش. همینطور اشاره بکنم سفر علاءالدین بروجردی به سوریه در حالی صورت گرفته که همزمان روز پنجشنبه ارتش دولتی سوریه حمله گسترده‌ای رو در اطراف شهر حمص برای بازپسگیری یک پایگاه نظامی که در اختیار مخالفان هست آغاز کرده. در یک هفته گذشته ارتش سوریه با حمایت هوایی جنگنده‌های روسی تلاش کرده محورهای ارتباطی حمص، لازقیه و حما رو تحت کنترل خودش بگیره. بروجردی روز پنجشنبه علاوه بر بشار اسد با علی مملوک رئیس سازمان اطلاعاتی سوریه هم ملاقات کرده. او در این دیدار گفته که هدف از عملیات جدید در سوریه تلاش برای یافتن یک راه حل سیاسی در این کشور هستش. این البته اظهار نظر آقای بروجردی کاملا متضاد با نظر بازیگران حاضر در صحنه سیاسی و نظامی سوریه است. مخالفان اسد و تا برخی کشورهای منطقه باز شدن یک جبهه جدید توسط سوریه و ایران رو تعبیر به بدتر شدن اوضاع میکنند. اما در این سو در بحبوحه و همهمه این روزهای سوریه دو کشور مهم منطقه یعنی ترکیه و عربستان شرایط سوریه رو پیچیده تر از آن که تصور میرفت میبینن، به ویژه عربستان. در همین راستا روز گذشته عادل الجبیر وزیر خارجه این کشور به ترکیه سفر کرده، دیداری با آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه پشت درهای بسته داشته. جزئیاتی از این دیدار منتشر نشده. خبرگزاری دولتی ترکیه تنها اشاره کرده که گفتگوی طرفین بر سر مسائل منطقه و همینطور فلسطین بوده. عادل الجبیر که این روزها به نوعی شاید سراسیمه تر از قبل در ارتباط با سوریه سفرهای متعددی به کشورهای منطقه داره، علاوه بر آقای اردوغان با آقای داوودوغلو نخست وزیر و فریدون سینیر لیوغلو وزیر خارجه ترکیه نیز دیدار کرده. جبیر در مصاحبه مطبوعاتی مشترک خودش با وزیر خارجه ترکیه گفته که در مورد رویدادهای سوریه با ترکیه اشتراک نظر داریم. اجلاس مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ برای نخستین بار با حضور وزیران خارجه ایران، آلمان و چند کشور منطقه‌ای روز شنبه در تهران برگزار خواهد شد. پیش از این اعلام شده بود که فرانک والتر شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان روز جمعه 24 مهر وارد تهران خواهد شد. وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرده بود که افزایش همکاری‌های امنیتی ایران و عربستان سعودی یکی از موضوعات گفتگوی دو طرف خواهد بود. این نشست که در چارچوب نشست‌های خارجی کنفرانس امنیتی مونیخ برگزار می‌شود، در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه برگزار خواهد شد و محور اصلی مذاکرات در این اجلاس بحران سوریه و نقش بین‌المللی و منطقه‌ای ایران پس از توافق هسته‌ای در این بحران خواهد بود. سال گذشته یک هیئت ایرانی متشکل از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان او در 51مین نشست اجلاس امنیتی مونیخ در آلمان شرکت کرده بودند. برای این نشست که در چارچوب نشست‌های خارجی کنفرانس امنیتی مونیخ برگزار می‌شود، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه و دولت‌های ایران و آلمان به طور مشترک همکاری می‌کنند. بر اساس اعلام دفتر کنفرانس امنیتی مونیخ، علاوه بر محمد جواد ظریف و فرانک والتر شتاینمایر، 60 میهمان عالی رتبه دیگر از جمله صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان، ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق، جبران باسیل وزیر خارجه لبنان، بارزانی نخست وزیر کردستان عراق، رمزی از دودین رمزی جانشین نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، الیزابت گویکو رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس فرانسه و نوربرت روتگن رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس آلمان در این کنفرانس یک روزه حضور خواهند داشت.
ولفگانگ ایشینگر رئیس کمیسیون امنیتی مونیخ روز جمعه 24 مهر درباره این نشست گفت با توجه به توافق صورت گرفته بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین، حالا وقت آن رسیده است که بررسی کنیم آیا و چه میزان میتوان در موضوعات دیگر هم با ایران همکاری تنگاتنگ داشت. ما باید با همکاری مسئولان و نهادهای تصمیم گیر ایران راه آغاز حل و فصل بحرانهای منطقه که تعدادشان هم کم نیست به ویژه بحران سوریه را پیدا کنیم. طبق اعلام وزارت خارجه ایران قرار است در این اجلاس وضعیت خاورمیانه و آثار و رویکردهای مختلف و متمایز بازیگران منطقه‌ای و اهداف کشورهای فرامنطقه‌ای و آثار ناشی از آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد. همزمان در آلمان سلمین چالشگان دبیر کل شاخه آلمان سازمان عفو بین الملل روز جمعه 24 مهر در گفتگو با خبرگزاری آلمان گفت ما از وزیر خارجه آلمان انتظار داریم که در سفر به ایران به صراحت و شفافیت مسائل مربوط فشارهای شدید بر جامعه مدنی و سرکوب منتقدان و دگراندیشان و نیز نواقص نگران کننده در نظام قضایی این دو کشور مطرح کند. دبیر کل سازمان عفو بین الملل در آلمان به ویژه از افزایش شوکه کننده شمار اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد. این سازمان اعلام کرده که ایران از لحاظ شمار اعدام‌ها پس از چین در رتبه دوم قرار دارد. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه 23 مهر با انتشار بیانیه ای اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران همکاری لازم در زمینه ارزیابی فعالیت‌های هسته‌ای گذشته این کشور را انجام داده و به این ترتیب گام دیگری در جهت اجرای برجام برداشته شد. این نخستین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از تصویب توافق اتمی در مجلس ایران است. آژانس اعلام کرد جمهوری اسلامی تمام آنچه را که برای ارزیابی فعالیت‌های هسته‌ای این کشور لازم بوده در اختیار این نهاد بین‌المللی قرار داده است. ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص فعالیت‌های گذشته هسته‌ای جمهوری اسلامی باید تا 24 آذر نهایی شود. بنابر گزارش رویترز اکنون انتظار می‌رود که تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد مرحله بررسی موارد اعلام شده از سوی ایران در مورد پارچین شود. همزمان مرضیه افغان سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته است ایران با حسن نیت به تعهداتش طبق نقشه راه با آژانس برای حل مسائل گذشته عمل کرد و اینک آژانس در موقعیتی قرار دارد که میتواند با ارائه ارزیابی نهاییش این پرونده را برای همیشه مختومه اعلام کند. خانم افغان روز پنجشنبه 23 مهر گفت بر اساس توافق با گروه 5 به علاوه 1 در برجام اعضای این گروه باید قطعنامه‌ای را به اجلاس فوق‌العاده دسامبر شورای حکام آژانس ارائه کنند که هدف از آن بستن پرونده مسائل گذشته ایران است. خانم افغان گفت بستن این پرونده راه را برای اجرای برجام هموار می‌کند که همه اقدامات مندرج در آن معطوف به آینده است. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در واکنش به گزارش آژانس گفت جمهوری اسلامی ایران با حسن نیت به تعهدات خود عمل کرده و اکنون نوبت 5 به علاوه 1 است که برای بستن پرونده مسائل گذشته درباره برنامه اتمی ایران اقدام کند. وی تأکید کرد اینک آژانس در موقعیتی قرار دارد که میتواند با ارائه ارزیابی نهایی خود این پرونده را برای همیشه مختومه اعلام کند. حمید بعیدی نژاد رئیس تیم کارشناسی مذاکره کننده ایران نیز در واکنش به بیانیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت اجرای نقشه راه بین ایران و آژانس حاصل مشارکت بسیار مؤثر و هوشمندانه بخش دفاعی کشور بوده است. این مقام ایرانی توضیح بیشتری در خصوص نحوه مشارکت بخش دفاعی کشور ارائه نکرده است، اما به نظر می رسد اشاره آقای بعیدی نژاد به همکاری سپاه پاسداران در جریان سفر یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران و بازدید وی از تأسیسات نظامی پارچین تهران است. جمهوری اسلامی متهم بود که در تأسیسات نظامی پارچین تهران آزمایش‌های مرتبط با تسلیحات هسته‌ای انجام داده است. رئیس تیم کارشناسی مذاکره کننده ایران همچنین گفته است
این ادعاها بیش از 10 سال به عنوان پرونده سیاسی و امنیتی علیه کشورمان مطرح شده بود که در حدود 4 سال پیش رسما به یک کیفرخواست سیاسی مبدل شد که چنان مسائل و ادعاهایی را علیه برنامه هسته‌ای کشورمان مستندسازی می کرد که واقعا از نظر ناظران بین المللی حل و فصل موضوع PMD را تقریبا غیر ممکن می ساخت. همزمان جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفته است شروط بنیادین توافق هسته‌ای با ایران تا 3 روز آینده اجرایی می شود. آقای کری تصریح کرد آمریکا با رهبری بنیادین خود توانست 7 کشور را برای رسیدن به توافق تاریخی در کنار هم قرار دهد. ما کار را با تحریم آغاز کردیم، اما تحریم یک ابزار بود و هدف نبود. ما تنها از طریق مذاکرات مستقیم با حمایت شریکان زیادی از جمله روسیه و چین توانستیم مقام‌های ارشد ایران را به پذیرش محدودیت‌ها بر برنامه هسته‌ای متقاعد کنیم. وزیر امور خارجه آمریکا گفت اکنون در حال حرکت به سوی اجرای این توافق هستیم و ضروری است که در این مرحله نیز هوشیاری و وحدت رویکرد و هدف مشترک خودمان را حفظ کنیم. اکنون خاورمیانه مکان به شدت آشوب زده است، اما هر مشکلی در منطقه بسیار بدتر خواهد شد اگر کشورهای منطقه بخواهند به سمت سلاح هسته‌ای بروند. اتحادیه اروپا و ترکیه بر سر طرح مشترکی در ارتباط با امور پناهجویان توافق کردند. شپیگل آنلاین در گزارشی که شامگاه پنج شنبه 23 مهر ماه منتشر کرده به جزئیات این توافق اولیه پرداخته است. بر مبنای این طرح ترکیه باید برای حل مشکل پناهجویی به اروپا کمک کند و در عوض کمک مالی از این اتحادیه دریافت کند. شپیگل در گزارش خود از نشست سران اتحادیه اروپا از بروکسل در این ارتباط خبر داد که کمک مالی به ترکیه کمتر از آن میزانی است که آنکارا درخواست کرده است. کشور ترکیه نقش کلیدی در مسئله پناهجویان دارد. بیش از 2 میلیون پناهجوی عراقی و سوری به این کشور پناه بردند. هزاران تن از این پناهجویان از مرز ترکیه وارد یونان می شوند و به سمت اروپای غربی در حرکت هستند. توافق اولیه مقامات ارشد اتحادیه اروپا و ترکیه در راستای مهار موج پناهجویان بوده است. سران اتحادیه اروپا نیز در نشست خود در بروکسل بر اجرای برنامه اقدام مشترک با همکاری ترکیه در زمینه مدیریت بحران پناهجویان به توافق اولیه دست یافتند. طبق گزارش شپیگل آنلاین، بندهای پنجگانه اولیه که اتحادیه اروپا و ترکیه بر سر آن توافق کرده بودند از این قرارند: پناهجویان مقیم ترکیه، لبنان، عراق و اردن باید کمک‌های انسان دوستانه دریافت کنند و وضعیت زندگی آنان باید در دراز مدت از طریق دسترسی به بازار کار بهتر شود. ترکیه باید پناهجویان را ثبت کند و مدارک لازم برای سفر در اختیار آنان بگذارد. اتحادیه اروپا برای ساماندهی امور پناهجویان 500 میلیون یورو در اختیار ترکیه قرار خواهد داد. نیمی از این مبلغ از بودجه اتحادیه اروپا و نیم دیگر آن از طرف اعضای کشورهای اتحادیه اروپا تأمین خواهد شد. مقامات ترکیه در مذاکرات خود با اتحادیه اروپا درخواست 3 میلیارد یورو کمک مالی برای مقابله با موج آوارگان را مطرح کرده بودند. اتحادیه اروپا در صدد است به ترکیه در مبارزه علیه قاچاق انسان کمک کند. به همین منظور این اتحادیه قصد دارد برای کنترل مرزهای ترکیه کمک مالی در اختیار این کشور قرار دهد. ترکیه نیز در عوض پناهجویانی را که در اروپا رد شده باشند پذیرفته و به اتحادیه اروپا در انتقال این پناهجویان به دیگر کشورها کمک خواهد کرد. اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است برای شهروندان ترکیه در صدور روادید تسهیلاتی قائل شود. ترکیه سالهاست که صدور آسانتر ویزا از سوی کشورهای اروپایی برای شهروندان ترک را درخواست کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سفر اخیر خود به بروکسل در 23 مهر ماه اهمیت این موضوع را در گفتگو با سران اتحادیه اروپا تأکید کرده بود. به رغم توافق اولیه بین ترکیه و اتحادیه اروپا، هنوز میان اروپاییان بر سر موضوع و سیاست این اتحادیه در قبال ترکیه اختلاف نظر وجود دارد.
فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه هشدار می‌دهد که در آسان‌تر کردن صدور ویزا به شهروندان ترکیه نباید شتاب کرد. مسئله شناخته شدن ترکیه به عنوان یک کشور امن که بتوان پناهجویان را به آنجا بازگرداند نیز هنوز حل نشده است. از جمله بر سر اینکه ترکیه یک کشور امن شناخته شود، بین اروپاییان به دلیل اقدام نظامی ارتش ترکیه در منطقه کردنشین این کشور اختلاف نظر وجود دارد. شپیگل آنلاین در پایان گزارش خود تأکید می‌کند قابل تصور نیست که اردوغان با طرح اتحادیه اروپا بدون گرفتن امتیاز بر سر درخواست‌های دیگر خود موافقت کرده باشد. دولت بریتانیا خواهان آزادی یک شهروند بریتانیایی ایرانی تبار شده است. کمال فروغی که خانواده‌اش او را سالمندترین و تنهاترین زندانی ایران توصیف کردند و در تهران به عنوان مشاور شرکت نفت و گاز پتروپارس مشغول فعالیت بود، حدود 4 سال پیش به اتهام جاسوسی دستگیر و سپس در سال 2013 میلادی به 8 سال زندان محکوم شد. مقامات بریتانیایی گفتند آنها بسیار نگران سلامت آقای فروغی 76 ساله هستند و از مقامات تهران خواستند او را به دلایل پزشکی آزاد کنند. کامران فروغی فرزند کمال فروغی با تاکید بر اینکه پدرش هر گونه ارتباط با فعالیت‌های جاسوسی را تکذیب کرده گفته اعضای خانواده از هنگام دستگیری هیچ تماسی با وی نداشتند و تنها سال گذشته اجازه یافتند مکالمه تلفنی کوتاهی با او انجام دهند. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا گفته فیلیپ هاموند وزیر خارجه وضعیت کمال فروغی را در جریان دیداری با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تهران و نیز در ملاقات با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در میان گذاشته و لندن به مطرح کردن این موضوع در هر فرصتی ادامه خواهد داد. همسر، فرزندان و نوه های کمال فروغی در بریتانیا زندگی می کنند. دولت ایران تاکنون درباره وضعیت این شهروند ایرانی بریتانیایی ابراز نظر نکرده است. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور نسبت به بحران آب در کشور هشدار داد و گفت کشور ایران دو برابر دیگر کشورهای جهان از ظرفیت‌های زیست محیطی بهره برداری می‌کند، به طوری که در حوزه آب دچار بحران هستیم و 85% از منابع آبی کشور نیز استفاده شده است. خانم ابتکار روز پنج شنبه 23 مهر در 22 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت همکنون در برداشت از آبهای زیرزمینی رتبه اول را در دنیا داریم و با 25% فاصله کشور مصر در رتبه دوم قرار دارد. وی با اشاره به خلأ قانونی در حمایت از حیوانات شهری از تهیه پیشنویس اولیه قانون برای حمایت از این حیوانات خبر داد. خانم ابتکار درباره اقدامات سازمان در جلوگیری از کشتار سگ‌ها از سوی شهرداری با بیان اینکه موضوع عقیم‌سازی سگ‌ها و اجرای کردن آن در شهرداری‌ها در دستور کار قرار گرفته است گفت دستورالعمل کشتار سگ‌های ولگرد از سال 87 وجود داشت که مسئولیت آن با شهرداری هاست و محیط زیست نیز پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد تا این دستورالعمل اصلاح شود. ضمن اینکه از مسئولان بالادستی قول گرفتیم تا موضوع عقیم‌سازی سگ‌های ولگرد را در دستور کار قرار دهد. خانم ابتکار گفت متاسفانه در این زمینه خلأ قانونی وجود دارد و کلن در خصوص حمایت از حیوانات شهری هیچ قانون مشخصی تصویب نشده، اما سازمان حفاظت محیط زیست در حال پیگیری است تا یک قانون خوب و کامل برای حمایت از حیوانات شهری تدوین کند که پیشنویس اولیه آن توسط کارگروه حقوقی تهیه شده است. معاون رئیس جمهور با بیان اینکه کانون‌های گرد و غبار در استان خراسان رضوی شناسایی شده است، اظهار کرد گام اول برای مبارزه با ورود گرد و غبار به استان شناسایی کانون‌های آن است که تاکنون انجام شده و برنامه‌های لازمی در این خصوص ایجاد شده که برای اجرایی کردن آنها نیاز به زمان داریم.
وی تصریح کرد به فصل مناسب برای کشت گونه‌های مناسب در خوزستان نزدیک شده ایم که فعالیت‌های اجرایی دولت نیز در این خصوص در حال انجام است، اما متاسفانه شرایط اقلیمی استان روز به روز بدتر می‌شود. کانون‌های گرد و غبار افزایش می‌یابد و همچنین با کاهش بارندگی و افزایش دما مسائل ماندگاری گرد و غبار در استان خوزستان تشدید می‌شود. یک متخصص بیماری‌های ریوی می‌گوید در هر گرم از ریزگردها 107 باکتری و 106 قارچ وجود دارد. همچنین غلظت مواد آلاینده‌ای همچون فلزات سنگین از جمله سرب در زمان وقوع طوفان‌های گرد و غبار می‌تواند تا 3 برابر افزایش یابد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنج شنبه 23 مهر ماه اعلام کرد کسری بودجه این کشور در سال مالی 2015 به 439 میلیارد دلار رسید که کمترین میزان کسری بودجه آمریکا طی 8 سال اخیر محسوب می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دستاورد کنونی نتیجه تلاش‌های دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای کاهش کسری بودجه پس از بحران اقتصادی در سال 2008 است. طبق این گزارش، کسری بودجه آمریکا در سال 2009 به رقمی در حدود 1 تریلیون و 400 میلیارد دلار رسیده بود. خبرگزاری فرانسه می‌افزاید مجموعه ای از کاهش درآمدهای دولت و افزایش هزینه‌های دولت به دلیل بسته‌های مالی کمک برای نجات مؤسسه‌هایی که با بحران روبرو بودند باعث افزایش کسری بودجه آمریکا شده بود. کسری بودجه آمریکا در سال 2015 به حدود 2.5% تولید ناخالص داخلی رسیده است که کمترین میزان از سال 2007 تا کنون محسوب می‌شود. همچنین رقم کسری بودجه سال 2015 از میانگین کسری بودجه سالانه 40 سال اخیر آمریکا پایین تر است. در سال 2014 کسری بودجه دولت آمریکا رقمی در حدود 483 میلیارد دلار بود. جیکوب لو وزیر خزانه داری آمریکا گفت رویکرد باراک اوباما رئیس جمهوری برای قرار دادن اقتصاد کشور در مسیری پایدار ادامه دارد، در حالی که این راهبرد همچنین بستر مناسبی برای رشد اقتصادی و رفاه گسترده فراهم کرده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت با رهبری آقای اوباما کسری بودجه نسبت به سال 2009 کاهش چشمگیری داشته است که سریع‌ترین کاهش کسری بودجه از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون محسوب می‌شود. پیش بینی می‌شود که کسری بودجه آمریکا در سال 2016 با کمی افزایش به رقم 455 میلیارد دلار برسد. به گزارش رویترز این در حالی است که رهبران جمهوری‌خواهان و دموکرات در کنگره آمریکا به مذاکره برای دستیابی به توافقی درباره بودجه دو سال آینده ادامه می‌دهند. در یک گزارش اقتصادی دیگر، دولت آلمان روز پنج شنبه 23 مهر ماه دستور فراخواندن خودروهای فولکس واگن را که به نرم افزار تقلب در آزمایش آلودگی مجهز هستند را صادر کرد. این تصمیم نهادهای مسئول در آلمان روی 8 میلیون 500 هزار خودرو و محصول فولکس واگن و شرکت‌های زیر مجموعه آن در سرتاسر اتحادیه اروپا تأثیر خواهد گذاشت. شرکت فولکس واگن در بیانیه اعلام کرد که با مشتریان تماس خواهد گرفت و یک وبسایت ویژه برای این کار راه اندازی شده است. فولکس واگن در بیانیه خود می‌افزاید که رفع این نقص و تعمیر اتومبیل‌ها رایگان خواهد بود. وزیر حمل و نقل آلمان در یک کنفرانس خبری در برلین گفت به فولکس واگن دستور داده شده که نرم افزارهای حیله‌گر را از تمام خودروهای معیوب بردارد و برای تبعیت از مقررات و آزمایش‌های مربوط به آلوده‌سازی خودروها تمام اقدامات لازم را انجام دهد. خبرگزاری‌های آلمان می‌گویند اداره فدرال حمل و نقل موتوری آلمان که زیر مجموعه وزارت حمل و نقل است، پیشنهاد شرکت فولکس واگن برای فراخوان داوطلبانه خودروهای معیوب را رد کرده و دستور داده که تمامی این خودروها اصلاح شوند. مدیریت شرکت فولکس واگن نیز در نامه‌ای خطاب به وزیر حمل و نقل آلمان که رونوشت آن در اختیار خبرگزاری اسوسییتد پرس قرار گرفته، اشاره می‌کند که روند فراخوان و تعمیر خودروهای معیوب ممکن است تا پایان سال 2016 ادامه یابد.
شرکت فولکس واگن اخیراً افشا کرد که نرم افزارهای غیرقانونی ممکن است در مدل‌های دیزل سال آینده نیز به کار رفته باشند.